سلام به همه بچه ها، اومدیم راجع به تاتنهام صحبت کنیم. 5 تا نکته میخوایم بگیم راجع به تاتنهام که چرا نتیجه که مورد نظر طرفداراش و مردمون نمیگیره. با حسین مقدم عزیز و اینکه بچه‌هایی که تازه کانال ما رو میبینن میتونید ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین ویدیوهای ما رو و یه علامت زنگوله هست اگه اون رو بزنین خودتون خبردار میشین که ما هر موقع ویدیو بذاریم یا لایو ریاکشن ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم. چطوری حسین جان، خوبی؟ خب قربان سروش جان سلام، امیدوارم خوب باشی و امیدوارم که ویدیو خوبی بشه و با کامنت ها و لایک و ساب بچه ها به ما انرژی بدن. بریم خیلی سریع درباره تاتنهام صحبت کنیم. خب تاتنهام فصل رو خوب شروع کرد و اونا 2 ماه نباختن توی تمام رقابت ها و اولین باختشون از اکتبر به آرسنال شروع شد و تا این لحظه اونا 1 بار به سیتی باختن، 2 بار به آرسنال، به یونایتد باختن، به لیورپول باختن و با تیم‌های اصطلاحاً بیگ 6 فقط با چلسی 1 مساوی توی استنفورد بریج کردن. اون بازی جنجالی بین توخل و کونته و بازی بعدیشون هم که با خود چلسی توی استادیوم تاتنهام که ببینیم درباره اونم صحبت می‌کنیم. برو نکته اولو بگو که سر آره. دلیل اول افت سونه. دقیقاً خب هیونیون سون توی 2 فصل اخیر اگه از همون لحاظ ایکس جی بخوایم مقایسه کنیم همیشه نسبت به ایکس جی که براش تولید کردن و خودش ضربه زده بیشتر گل زده. مثلا توی یه فصل 14.1 ایکس جی موقعیت داشته و مثلا می‌بینیم 20 تا گل زده هیونیون سون و همیشه اوور پرفورم خیلی خوبی برای تاتنهام داشته و یه جوری تیم رو روی دوشش بالا می‌کشید در کنار هری کین، ولی امسال اون سون همیشگی رو نداشتیم. حالا این بازی آخری که انجام دادن توی لیگ تعویضی اومد و گل زد برای تاتنهام و خب برگشتن سون هم به نفع کنتس هم به نفع خود سون قطعا و خیلی ضربه زده افتی که هیونگ سون کرده این فصل و خب دیدیم که توی جام جهانی هم آنچنان نتونست به کره جنوبی کمک کنه در حد اسم و رسمش. دلیل دوم جواب ندادن جود اسپنسر که فکر کنم از استوک سیتی گرفتن، درسته؟ ناتینگهام فارست فصل قبل چمپیونشیپ بله با ناتینگهام فارست صعود کرد به لیگ برتر و خب فروختنش به تاتنهام. جد اسپنس خب وینگ بک راستی بود که ما انتظار داشتیم بیاد و همونجوری که وینگ بک چپ و ایوان پریشیچ قرخ کرد وینگ بک راست رو هم بدیم به این بازیکن جوان و آینده دار که خب تاتنهام خریده بودتش، ولی خب با مصدومیت اضافه شد به تاتنهام. پیش فصل خوبی نداشت و ما میدونیم که پیش فصل برای کنته خیلی مهمه و کم کم نتونست جای خودش رو توی ترکیب باز کنه و سمت راست بیشتر از امرسون رویال استفاده شد تا اینکه این ژانویه دیگه قرضی رفت لیگ فرانسه و پدرو پورو با یه قیمت خیلی بالا خریداری شد که وقتی هم که پدرو پورو اومده کاپیتان اسپورتینگ لیسبون بود امرسون رویال تبدیل به کافو شده که مثلا کلا میبینیم که انگیزه گرفته. و اینکه دلیل سوم تاتنهام بودن دیگه، این تاتنهام بودن خودش یه دونه جام کم میکنه، یعنی مورینیو تا دم پوچتینو هم میتونه دقیقاً. یعنی این تاتنهام بودنه کاریه که خب اونا زمان مورینیو کردن، مورینیو رو قبل از فینال اتحادیه اخراج کردن، با پوچتینو به قول تو چند بار دوم شدن توی لیگ، فینال اروپا لحظه آخر کم آوردن و این تاتنهام بودنه اون شخصیت باشگاهی که شما الان هر کیو تو این باشگاه قرار بدی نمیگم لوزر ولی از اون چیزی که بوده فاصله میگیره. آنتونیو کونته کسیه که خب هر فصل توی فوتبالی که بازی کرده توی لیگش جام برده و میبینیم که با تاتنهام فصل قبل کار بزرگی کرد، ولی امسال خیلی با اون کنته که میشناسیم حتی لحاظ شور و شوق کنار زمین فاصله داره که حالا مشکلات جسمی هم براش پیش اومد. از اون سمت توی میلان موند، بعد از بازی برگشت با میلان برنگشت با تیم و استینلی که دستیارشه تیم رو کوچ میکنه که توی همین بازی اخیرم روی نیمکت بود و میبینیم که کنته هم اونجا به مشکل خورده که به عنوان یه روحیه برنده میشناسیم. حالا مورد 4 دقیقا خود کنته است که چی شده که نتیجه نگرفته پس از اون دوران موفقش تو اینتر. خب آنتونیو کنته ما میدونیم که مربیه که حالا مربی فوق‌العاده یا لحاظ تاکتیکی ولی لحاظ شخصیتی انسان سختیه، مثل توماس توخل انسانی نیست که خیلی روابط اجتماعی قوی بتونه با مدیرا داشته باشه، خیلی دوست باشه با مدیرا و مربیای دیگه و فصل قبل دیدیم وقتی تاتنهام چند تا باخته پشت سر هم آورد اومد تهدید کرد که من از تیم میرم، استعفا میدم، نمیدونم کریرم برام مهمه، کارنامه مهمه و دیدیم که تاتنهام خرید کرد، کولوسفسکی و بنتانکور اومدن از یوونتوس و تیم در نهایت به سهمیه رسید. یه کار فوق‌العاده بود از اون فاجعه که نونو اسپرینتو سانتو و رایان میسن خلق کرده بودن. و خب امسال هم دیدیم که الان چند وقتی میشه که بعد از اینکه شایعات فروش باشگاه توسط دنیل لوی خارج شد که گفتن اتفاقا نجفی
شخص ایرانی آمریکایی هم میخواد، یه بیلیونره که وایز جنرال منیجر فینیکس سانز هم هست، میخواست بخره باشگاه رو، دیدیم که کنته هم دیگه اون انگیزه رو نداره برای ادامه دادن و اون شروع اشتیاقی که فصل قبل بعد از هر گل بعد از هر تکتیک کنار زمین داشت رو نداره. و از اون سمت تاتنهام توی بازیه که مالکانه باید بازی کنن مشکل داره. یعنی ما از دومین یا سومین بازی فصل بود که جلوی ولورهمپتون یکیش بردن گفتیم که تاتنهام بد بازی کرد ولی برد، ولی خب با این بد بازی کردن‌های متوالی نمیشه توی لیگ نتیجه گرفت. و این ضعفی که کنته داره که همچنان تاتنهام مالکانه نمیتونه فوتبالش رو دیکته کنه به حریف و توی بازی انتقالی خیلی بهتر کار میکنه با سون و کین و کولوسفسکی. یه مسئله دیگه هم که هستش، این دلیل پنجم، خود بالا رفتن توقع دیگه از تیم دانیل لوی دیگه. این همه خرید کرد، حالا پوچتینو که دوران اوجی بود و رفتن فینال چمپیونز لیگو، خیلی هم امیدوار بودن به گرفتن چمپیونز لیگو لیگ، مخصوصا تو اون فصلی که حالا با آرسنال کورس داشتن لستر و این نشد. بعدش هم با مورینیو که به قول تا فینال ایتالیا رفتن و کلی هم بازیکن خریدن برای مورینیو هم برای پوچتینو هم برای کونته، ولی هنوز نتیجه رو نگرفتن دیگه. دلیل این حالا نتیجه نگرفتن چیه به نظرت؟ بالا رفتن توقع به نظرم یکیش بالا رفتن توقع به خاطر اینه که اونا اسکواد خوبی روی کاغذ حداقل اول فصل داشتن. خود من حداقل توی لایبای که میرفتم تاتنهام رو مدعی قهرمانی میدونستم و این انتظار رو داشتم که تاتنهام حداقل بیاد رقابت کنه اگر قهرمانم نمیشه، ولی دیدیم که امسال چه اتفاقی افتاد. خود کنتم گفت اونایی که اول فصل ما رو قهرمان میدونستن دیوونه هستن، که فکر کنم لایوای ما رو دیده بود. و خب چیزی که هست این که اونا روی کاغذ اسکواد خوبی داشتن، یعنی ایوان پریشیت جذب شد، کریستیان رومرو توی خط دفاع، جل اسپنس همونجوری که گفتیم برای این بک راست، بیسوما رو برای خط افق گرفتن، از مثلا بنتانکور کولوسفسکی خیلی موفق بودن توی اون 6 ماهی که به تیم اضافه شدن، هری کین و سون رو شما دارید که 45 تا گل به عنوان زوج زدن، این خودش یه رکورد تو تاریخ پریمیر لیگ، لامپارد و دروگبا رو خیلی وقت جا گذاشتن و تیم کاملی بود. لوریس کاپیتان فرانسه توی گل بود، ولی خب هیچی درست پیش نرفت برای تاتنهام تا اینجای کار و این بالا رفتن توقع از این میومد که روی کاغذ خیلی خوب بودن و فصل قبل هم با کمیته فوق‌العاده نتیجه گرفتن و اون لیورپولی که همه رو قلقا میکرد توی آنفیلد آخری فصل مساوی ازش گرفتن و یه جوری قهرمانی رو از لیورپول گرفتن با اون کار. آره، ولی حالا بچه‌ها برای ما کامنت کنن حتما نظرشونو که به دلیل حالا به جز این 5 دلیل چه دلایلی رو تو ذهنشون هست که تاتنهام نتیجه نگرفته، حالا مخصوصا با کنته. تو نکته راجع به تاتنهام داری؟ یه نکته دیگه که فقط مونده اینه که خب اون بیمیلی کنته که گفتم، که حالا گفتم مونده توی ایتالیا، که حالا یه حالت افسردگی و اینا میشه گفت داره، این خبرهایی هست، دیمارسیو خبرهای کار کرده که یوونتوس ممکنه بره سراغ کنته و کنته برگرده به ایتالیا. کنته خب این مشکل رو توی چلسی هم داشت که وقتی توی لندن بود خانوادهش رو نیبرده بود با خودش و این یه مشکل روحی بود که تاثیر گذاشته بود روی آنتونیو کنته. و خبرهای دیگه ای هم از منابع ایتالیایی میاد که روبرتو دیزربی که توی برایتون فوق‌العاده بوده رو مسئولای تاتنهام دارن مانیتورینگ میکنن به اصطلاح، که اگر یه وقتی کنتر جدا شد که خیلی هم احتمالش کم نیست، بتونن روبرتو دیزربی رو جایگزین کنن. ولی خب چیزی که دیزربی بازی میکنه و چیزی که کنتر بازی میکنه به نظرم یکم تفاوت داره و این دوباره نشون میده که مدیرای تاتنهام نمیدونن که چی میخوان. دمت گرم حسین جان، خیلی ممنونم. بچه‌ها نظرتون حتما برامون کامنت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، علامت زنگوله رو هم بزنین، انتقاد و پیشنهادی هم دارین تو قسمت کامنت ها بهمون بگین. دمت گرم حسین جان، ممنونم که اومدید. قربونت، مرسی و امیدوارم که با کامنت هاشون بهمون انرژی بدن. فعلا دمت گرم.